سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 30 مرداد ایرانی برابر با 21 ماه اوت سال 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب از مطبوعات چاپ تهران. پیشاپیش پوزش بخوام به اصخایی کنم و اشاره کنم که هوای شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا کانادا بسیار هوای آلوده، داغ و آتشناکی شده و بسیاری از جنگل‌ها در حال سوختن هست و جالب توجه بود برای من که دیدم برخی از روزنامه‌های چاپ تهران که اساساً حیات خودشون رو در ممات دیگر ممالک می‌بینند و بقای خودشون رو در مرگ سایر ملل عالم میبینند خوشحال بودن. تیتر یک روزنامه‌شون بوده، مشخصا رسانه‌هایی که از جنس تفکر فرقه مصباح یزدیه هستن مثل روزنامه وطن امروز که کانادا مثلا دارد میسوزد. گویا خیلی خوشحالن که کشورهایی که به لحاظ نقض حقوق بشر یه زوایای فکری با اینها دارند، اینا تلاش میکنن که به نحوی از آنها از مرگشون در کلیت اکوسیستم اظهار خوشنودی کنند. به همین تناسب مطلبی رو که اشاره کردم حالا با هم میبینیم. وطن امروز رو کانادا دارد میسوزد عنوان گزارش اصلی روزنامه وطن امروز بوده که به گسترش آتش سوزی ها در ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا اشاره داشت که بریتیش کلمبیا یک استان بسیار پهناوری است که البته این جانب در همان استان مستقر هستم. البته به لحاظ افزایش دمای هوا و تأثیرات منفی آن حقیقتاً منجر به بدحالی بسیاری از شهروندان از جمله این جانب شده که صدای بنده رو حتی مثل همیشه نمیشنوید و سیمای من رو مثل همیشه نمیبینید. اما آن چیزی که من در وطن امروز میدیدم، گفتم همون نکته ایست که عمدتاً میل به این دارن که القا کنند، مثلا کسانی که به جمهوری اسلامی انتقاد دارن در سطح جهانی، مثلا کسایی که نظام انقلاب اسلامی اونها رو، نظام سرکوب رو، نظام ضد زن اونها رو به رسمیت نمیشناسن یا در سازمان مجمع عمومی سازمان ملل سالیانه به محکومیتشون میکوشند، خودشون مثلا محکومی به مرگ و فنا هستن، حتی از طریق مثلا سوختن جنگل‌های اون کشور. و این به نحوی از آنها اظهار شادمانی است از مرگ دیگر. به جای تصحیح سیاست‌های غلط خودشون تلاش دارن به نحوی از مرگ دیگر ممالک اظهار خوشنودی کنن. به هر روی پوزش میخوام از اینکه نفس حضور حقیر در کانادا و استان بریتیش کلمبیا عاملی شده که اولویت خبری امشب با این مضمون انتخاب شود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در حالی گفتم رسانه‌های دستراستی جمهوری اسلامی از مرگ ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها اظهار شادمانی می‌کنند که و همینطور اعلام تهدید می‌کنند که خلیج فارس خلیج فارس‌تر شد. حالا می‌رسیم به اون مطالب که در حوزه در تأمین بهداشت محیط در حوزه مدیریت شهری آنقدر ناتوانند که عضو شورای شهر تهران به شبه نظامی به نام شهردار تهران به آقای زاکانی گفته که شهر رها شده با موش‌های انبوه. همین موضوع طبیعتاً مورد توجه روزنامه سازندگی. سازندگی خب از جمله روزنامه‌هایی است که اساساً طیفی از کارگزاران در آن نشستند. همشون پیشینه کار مدیریت شهری رو به طور مشخص دارن. همشون کار تکنوکراسی و دیوان سالاری کردن. عمدتاً بین دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ساکنان کوی روزنامه سازندگی که هم روزنامه نگارند و هم به هر روی مردان عملی و عملگرای سیاست، البته این جانب به لحاظ سیاسی حتی در حوزه اصلاح طلبی با اینها زوایای بسیار زیادی دارم، اما به نسبت طیف اصولگرایان و رئیسی ها و آقای زاکانی ها در حوزه مدیریت شهری قوی تر بودن. شما رو میبینید گزارش اصلیشون رو شهری برای موشها که به طعنه به افزایش موشها در تهران اشاره داشته که وضعیت آلودگی شهر رو نشون میداد. آری وضعیت نظافت و آلودگی تهران حسب این گزارش باعث افزایش اعتراض در خود شورای شهر شد و روزنامه سازندگی مدعی شد که ما پیشتر به این ماجرا گلایه کردیم و
اشاره داشتیم. گویا اصل این اعتراض رو عضو اعضای شورای شهر بیان کرد که گفته بود تهران تبدیل به شهر مشها شده. این انتقاد آقای ناصر امانی عضو شورای شهر تهران حین قرائت گزارشی از محله علی‌آباد جنوبی در منطقه 16 بود. ایشون گفته که نظافت شهر یک چرخه معیوب پیدا کرده. سطل‌های زباله مستهلک و رها شده اند. انباشت زباله در اطراف مخازن، آلودگی و شیرابه‌های پسماند در سطح معابر و جولان موش‌ها در جوی‌های آب تبدیل به یک معضل به وسعت شهر تهران شده. البته اعضای شورای شهر تهران بار اول هم نبوده که درباره کثیفی شهر تهران تذکر داده. خلاصه من خیلی موضوع رو کوتاه ناگزیرم ببندم که از ناکارآمدی یک حوزه مدیریتی که اساسا تأمین بهداشت محیط یکی از پایه‌ای ترین، یکی از مبنایی ترین کاری است که مدیریت شهری بایستی انجام دهد. حالا ببینیم خود روزنامه مدیریت شهری تهران رو، روزنامه همشهری رو که مال آقای زاکانی هست، موش رو از شهر تهران نمیتونه جمع کنه برای ایالات متحده آمریکا، اما خط و نشان کشیده است. اتفاقا صفحه یک این روزنامه رو شما میبینید که به شکل خط و نشان این صفحه صفارایی شده. به تعبیر خودشون یک کشتی بسیار غول‌پیکر یا یک ناو ایالات متحده آمریکا در حوالی خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنند. از چند جهت اون خطی رو که میبینید، از چند جهت به تعبیری کشتی های آزارگر سپاه پاسداران اون رو محاصره کردن و اینها مدعی شدن که در واکنش به خالی کردن نفت از برخی از نفتکش های جمهوری اسلامی به تعبیری سپاه تمام قد وارد شده. این وظیفه مدیریت شهری یعنی آقای زاکانی است که خود رو مایل میبینن در تنگه هرمز به امریکا خط و نشان دهد، جنگ کند، اما از تأمین بهداشت محیط پایتخت، از امهای موشهای سرگردان در شهر به علت بی‌نظافتی عملا ناتوان مانده است. من در همین رابطه مشخص، یعنی اختیار به تعبیر خودشون جمهوری اسلامی ایران به ناوهای آمریکایی و همینطور تنش‌های اخیراً پیش آمده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، مطالبی رو با هم مرور می‌کنیم که روزنامه‌های مثل کیهان اینها اصلا مدعی شدن که قرن آمریکایی به سر آمده. اما بریم ببینیم اصل موضوع چه بوده که خیلی از روزنامه‌ها با آن پرداختن، خیلی از رسانه‌های به تعبیری غیر چاپی هم با آن پرداخته بودند. نخستین بار می‌دیدم که خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی نوشت که تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان که امریکا حدود 3 ماه پیش توقیف کرده بود آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که در صورت تخلیه نفت این کشتی اقدامی تلافی جویانه خواهند کرد. در همین حال رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌دیدم که ویدیوهایی منتشر کرده بودند که می‌گویند نشان می‌دهد شناورهای سپاه پاسداران به ناو و بالگردهای امریکا هشدار می‌دهند که دور شوند. امریکا و منابع خبری مستقل البته هیچ جا ندیدم که اظهار نظری کنند. همون گونه که در تصویر روزنامه همشهری می دیدیم بیشتر بار نمایشی و تبلیغاتی داشت. اما آسوشیتد پرس اشاره کرد که تحلیل داده های رادیویی کشتی ها نشان می دهد که عملیات انتقال و تخلیه محموله نفتکش توقیف شده سوئز راجان از ساعت پایانی شب شنبه، در واقع 28 مرداد آغاز شده. گفته شده که نفتکش آمریکایی حامل نفت ایران بوده. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، محموله سوئز راجان در سواحل تگزاس در خلیج مکزیک در حال انتقال به یک نفتکش دیگر هستش. نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا نیز پیشتر در نامه‌ای به آقای بایدن خواستار انتقال فوری محموله نفت سوئز راجان به یک نفتکش دیگر شده بودند. خب این بحران‌های اخیراً پیش آمده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی است که کماکان نشانه‌هایی از احیای برجان هم پدیدار نشده، ضمن اینکه هنوز که هنوز بخش‌های زیادی از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی نزد برخی از کشورها مثل کره، البته کره خب تا حدودی رفع شده و عراق عملاً با در واقع مخالفت ایالات متحده مواجه شده و جمهوری اسلامی از این منظر بسیار خشمگین است. من در رابطه با کانادا و آتش سوزی هاش اشاره کرده بودم. ما بعضی وقت در دنیای روزنامه نگاری خب واقعا یک واقعه رو به مثابه یک رویداد منعکس میکنیم. بعضی وقتا در خود رویداد رویکردمون رو اعمال میکنیم. در واقع اظهار موضع میکنیم، یا حالا به شادی و خوشی یا به غم،
که در انعکاس رویداد اتخاذ این مدل موضع امری غیر رسانه‌ای است. روزنامه کیهان هم مثل همون وطن امروز، همون گونه که اشاره کردم، به مقوله آتش سوزی های جنگل های بریتیش کلمبیای کانادا اشاره کرده بود. اعلام وضعیت اضطراری و تخلیه 10,000 نفر در غرب کانادا با گسترش آتش سوزی مهیب. جالب اینجا بود در رگه های پنهان این رویدادها من بایستی اشاره کنم که به نحوی از آنها انتقادهای مبنایی بود به سیاستهای کلی کشورهای دموکراسی خواه، خوشنام و آزادی خواهی مثل کانادا، که یعنی سیاست گذاری ها و متد حکمرانی شما مثلا منجر به وجود بحران هایی از این دست شده که داره شما رو نابود میکنه. مثلا قوم لوط روزی روزگاری نابود شدن چون شماها در حوزه دموکراسی و حقوق بشر پای رو از حد متعارف فراتر گذاشته اید. غضب خدا مثلا شامل حال شما شده و کشورتون داره از بین میره. حالا اینها رو هیچ بیان نمیکنن که اگر چنین باشد مسلمان ترین کشورها که از قضا حدود شرعی رو هم بسیار رعایت میکنن، از یمن تا شامات تا تهران، با بالاترین بحران های ممکن مواجه هستن. خب من در حوزه تنش های ایالات متحده بر سطح دریا با جمهوری اسلامی اشاره کرده بودم که به یک بار مجدد به بحث کانادا باز آمدم. آره، روزنامه مردم سالاری هم در یک گزارشی تحت عنوان تحرکات مشکوک آمریکا در گذرگاه بوکمال، عمدتاً مجموعه فعل و انفعالات پیش آمده چه در سطح دریا چه در سطوح دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا رو حامل یک پیام ایزایی علیه جمهوری اسلامی میدانست و این رو با واژه مشکوک سعی داشت برجسته تر کن. البته این روزنامه هایی هستن که به نحوی موسوم به اصلاح طلبن، تحول خواه هستن، سعی میکنن پس پشت پرده و همینطور بخوانند یا رمزگشایی کنند. اما روزنامه های دستراستی مثل جوان، مثل وطن امروز، مثل کیهان یا حتی روزنامه خراسان میبینیم با ادبیاتی بسیار زننده مثل جوان نوشته که بشین سر جات، یا خود روزنامه خراسان هم با همین مضمون بوده. بشین سر جات همون ادبیات لات اوباشگرانه غیر دیپلماتیک رهبری جمهوری اسلامی است که غلط زیادی کردن. در واقع ادامه این گفتمان هست، همپوشانی برای در واقع حمایت و پشتیبانی از اندیشه های آقای خامنه ایست که در نوع مواجهه با سیاست خارجه و مشخصا ایالات متحده سعی دارد با شاخ و شانه کشیدن، که ما در همشهری دیدیم، در کیهان دیدیم، الان در جوان که تریبون چاپی سپاه هستش هم داریم میبینیم. همون گونه که میبینید ادبیاتی چون بشین سر جات عنوان گزارشی بوده که روزنامه جوان منتشر کرده و مدعی شده بود که خلیج فارس هر بار که امریکایی ها با رفقای انگلیسیشان به این منطقه میآیند خلیج فارس تر میشود. اینها ادعا میکنن که مثلا چون خلیج فارس به لحاظ حوزه آبی به سرزمین ایران متصف، مرتبط و متصل هست، اینها حق نقض هر گونه امور حقوق بین الملل رو در امر دریا و کشتیرانی دارند و به نحوی از آنها بسان کودکان که به یک شکلات و سیبی خوشنود می شود از این منظر وارد می شود، که در پس پشت پرده مطلب اینها این هشدار بوده که یعنی ما بخوایم مثلا هرمز رو میتونیم ببندیم. حالا فارغ از اینن که دوحه و امارات و خیلی از کشورها به لحاظ تکنولوژی با غرب چنان در هم آمیختن که حتی امکان راه اندازی یک تنگه جدید مصنوعی رو فرای از هرمز در برنامه های کاری خودشون دارن و جمهوری اسلامی عملا آری از معنا و احترام و اعتبار در منطقه خواهد شد. آری، روزنامه جوان اشاره میکرد که این پهنه آبی، منظور خلیج فارس، بدون دشمنی که تحقیر شود چیزی کم دارد. این روزنامه به بخش از اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه اشاره کرد که تاکید کرده بود ایران با کشورهای همسایه در منطقه خود قادر به برقراری امنیت هست و نیاز به حضور بیگانگان ندارد. حالا اینا غافل از اینن که جمهوری اسلامی اونقدر نزد کشورهای منطقه بی اعتبار و بی احترام شده که کسی راضی نیست که آخه با شما به مسابقه ژاندار به منطقه بخواد امنیت منطقه رو تأمین کنه. شمایی که به وقت لزوم در پس فکرتون نه برای تأمین منطقه که برای تشکیل هلال شیعه‌ای میکوشید. شمایی که به هر روی با تفکرات بخش از بازوان نظامیان سپاه
از یمن در تا شامات تا لبنان در حال و تا هشت شبی عراق در حال تشکیل هسته های مقاومت هستید. بدین روی امر طبیعی است که کشورهای منطقه میل به همکاری با جمهوری اسلامی نداشته باشند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ابراهیم رئیسی در روزنامه ایران صدرنشین بوده، گویا با چند تن از سفرهای جدید کشورها دیدار کرده، در حالی برخی از روزنامه ها تلاش دارند که ایشون رو برجسته نشان دهند، بزرگ بنمایانند، ناتوانمندی ها و ناتوانی ها و کارنابلدی ها و ناکارآمدی هاش رو به تعبیری بپوشانند، در حالی که مدل حکمرانی آقای ابراهیم رئیسی به علت غیر حرفه‌ای بودن، غیر دانشی بودن، در بدترین وضعیت ممکن در خود عمر جمهوری اسلامی است. در این برهه و در این بحران دیدم آقای علی لاریجانی یک انتقاد بسیار جانانه‌ای کرده بود بعد از مدت‌ها سکوت، در حالی که خب برای نخستین بار ایشان گفته بود که پیکری از قدرت در صدد در واقع خالص سازی حاکمیت هستند، یعنی از یک پارچه سازی به خالص سازی رسیدن. این خودش خیلی انعکاس داشت تا مدت‌های مدید. الان خطاب به دولت ابراهیم رئیسی گفته که اصلا دولت شما بایستی بدونه چی کار میخواد بکنه، یعنی یک جوری راه گم کرده توصیف کرده اونها رو، بی برنامه خوانده بود اونها رو، تماما شعاری خوانده بود اینها رو. اظهارات آقای علی لاریجانی در برخی از روزنامه ها به چشم آمده بود، به نحوی از آنها نوعی پیشنهادی از سر در واقع تذکار و انذار بوده. ببینیم آقای لاریجانی، علی لاریجانی چه گفت. البته بایستی منتظر باشیم که به زودی زود طبقه ای از محمود احمدی نژادی ها که پشتیبان تئوریک ابراهیم رئیسی هستند، همراه با رسانه های حمله کننده چون کیهان، آقای لاریجانی رو مورد ضرب و شتم انتقادی قرار خواهند داد. لاریجانی ها بر خطی از لرزش و لغزش برای پرت شدن به انتهای دره قدرت راه می روند. این امر مشهودی است. از زمانی که علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین رد صلاحیت شد و فقیه آملی لاریجانی، صادق برادر ایشان، اون توییت رو زد، اون قهر و آشتی هایی که بین ایشان و شورای نگهبان پیش آمد، همه اینها نشان از اون در واقع لرزان بودن پایه های قدرت خاندان لاریجانی است که البته زهر آغازین رو محمود احمدی نژاد زد. و یکی از کارنامه های موفق محمود احمدی نژاد در فرایند تخریب درون سیستمی حمله به خاندان لاریجانی بود. در هر روی حسب گزارش بسیاری از روزنامه ها، علی لاریجانی در جمع گروهی از کارآفرینان گفت که سوال مهم از اینجا شروع می شود که ما مهمترین وظیفه حکومت رو چه می دانیم؟ اول تکلیف این را روشن کنیم و ببینیم روی یک مفاهیم روشنی می توانیم حرکت کنیم. خب عبارات خیلی گزنده است در واقع، در بطن مفهوم بریم، یعنی اصلا شما نمی دونید چه کار دارید می کنید. حالا مصداق میاره، بسیار مفهوم قابل لمس تر میشه. آقای لاریجانی با اشاره به اینکه به نظر من مهمترین وظیفه حکومت توسعه ملی پایدار برای کشور است، گفت که این توسعه شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی می شود و مدیران کشور باید بدانند چون وظیفه ذاتی حکومت توسعه ملی پایدار است، باید بسترهایش را فراهم کنند. البته خیلی حرف تازه‌ای نیست. همین حرفا رو بسیاری از ایرانیان، اعم از نیروهای تحول‌خواه، اصلاح طلب، برانداز، در طول تمام سالها بیان می‌کردند. در زمانی که آقای علی لاریجانی در صدا و سیما بود، دریغ از ایجاد یک فرصت مناسب برای انعکاس چنین مطالبی که الان به آن رسیده. و این هست که مردم ایران به همه ارکان حاکمیت انزجار دارند. ایشان گفته که بعضی آقایان طوری حرف میزنند که اگر ما در برخی از پایتخت ها نفوذ داشته باشیم خیلی کار مهمی انجام داده ایم. نه، این وظیفه طبعی ماست. وظیفه اصلی ما این است که مردم خودمان زندگی قابل پیش بینی داشته باشند و بدانند مسیر آینده چیست. خب این حرفش دیگه مشخصا انتقاد بوده به ماشین پروپاگاندای نظام. اگر مستحضر باشید، خب سفر آقای ابراهیم رئیسی به ونزوئلا و برخی از کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی خیلی مورد استقبال رسانه‌های دست راستی واقع شد. گفتن ما در تا قلب امریکا، حریم
خانه خلوت امریکا مثلا نفوذ داریم، تا کاراکاس حضور میابیم. اینها رو خیلی برجسته کرده بودن. ایشون مستقیم و مصرحا گفت که نفوذ در برخی از پایتخت ها این وظیفه ذاتی حکومت نیست، اینها وظیفه طبعی درجه دو و سه هست. وظیفه ذاتی حکومت با زبان بی زبانی، به زبان خودم بگم، حرفش این بوده که تأمین سعادت جمعی و تأمین خیر عمومی برای داخل یک کشور هست، برای ملت یک سرزمین هست و شما از این باز مانده اید و لزوماً رفتن و سفر کردن به پایتخت‌های آفریقایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی و اینها نشانه‌های حکمرانی خوب نیست. ایشون گفته که سوال این است که توسعه پایدار و ملی چگونه صورت می‌گیرد، که در واقع به سه دسته تقسیم کرده بود. به نظریه مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها تا حدودی اشاره کرده بود که دولت تمام قد بستر توسعه رو ایجاد می‌کنه و شهروند رو به مساوی یک کارگر در خدمت خود می‌گیرد، و آقای لاریجانی معتقد بود که این سیستم خب فرو پاشید و دیگه کاربردی نداره. سیستم غربی رو کمی آزادتر می‌خوان، لیبرال دموکراسی رو به نحوی، و معتقد بود که اونجا دولت‌ها حداقلی می‌شوند و از شهروند در یک مسابقه خیلی خسته کننده ای سعی دارن به سمت توسعه برن، اون رو هم ناکارآمد دانست. و نهایتاً خودش حتما احتمالاً دیدگاه های آقای مطهری رو داره و نگاه حکومت اسلامی رو مطلوب و مناسب می‌دانست که این دو رو ترکیبی می‌کرد. البته خود ایشون هم چون پلتفرم و منشور و برنامه مستقل و مشخصی ندارد، سعی می‌کند که مثل همه مردان جمهوری اسلامی با برگزیدنی از برخی از آموزه‌های دیگر مکاتب مدعی مبدع و نوآور بودن یک جریان فکری جدید باشن. در هر روی من خیلی کوتاه بایستم این بحث رو ببندم، چرا که وقت زیادی در این رابطه نیست، اما انتقادش خیلی تند بوده. مشخصا جایی اشاره کرده که تلقی من این است که اگر ما تعریف روشنی از وظیفه ذاتی و حکومت داشته باشیم و روی این تفاهم در کشور حاصل بشود و بعد هم مقصودمون از اینکه چگونه به این میرسیم رو روشن کنیم، کمک میکند به توسعه کشور. و همینطور اگر روشن نشود، به نظر من دولت ها می آیند و می روند و نمی توانند کار زیادی انجام دهند. کما اینکه شما سند چشمنداز داشتید و بنا بود 20 سال ما به کشور اول منطقه تبدیل شویم ولی نرسیدیم. در هر روی موج انتقاد های آقای علی لاریجانی حکایتگر نوعی قوقا در قطب های قدرت هست، ضمن اینکه یک نشان و اشارتی است احتمالی از حضور ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی یا پارلمانی. خب بحث ایشونو میبندم، برمیگردم به خود پارلمان. روزنامه همدلی یک گزارشی منتشر کرده که جدایی از این بخش از غیر قدرتی ها که در قوقا هستند، میان رئیسی و قالیباف چه میگذرد. عنوان گزارش اصلی صفحه یک روزنامه همدلی بوده که از اختلاف میان نزدیکان رئیس جمهور و رئیس مجلس گفته که من به دفعات این رو اشاره کردم که در پارلمان جبهه پایداری ها در یک صف شدن و ابراهیم رئیسی ها و قالیبافی ها در سوی دیگر. مطلبم بسیار زیاد بوده، متاسفانه بیش از این وقت مرور دیگر بردم ها رو ندارم، در حالی که مطالب خیلی زیادی در رابطه بنزین خواستم مطرح کنم و همینطور یکی دو تا خبر از امریکا و نامه فائز هاشمی رفسنجانی که خطاب به آقای مرعشی زندان زده بود. در برخی از روزنامه‌ها اشاره شده بود و گفت که انتخابات اساساً دیگر در این کشور بی‌معناست و عملاً علیه خاندان خیش که داییش باشد آقای مرعشی دیدیم موضع گرفته بوده که شجاعت این زن در زندان البته ستودنی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. حال درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.